من موزیک رو پخش کردم، بیا بنویسیم روی خاک، رو درخت، رو پرنده، رو ابرا، بیا بنویسیم روی آب، روی برگ، روی دفتر موج، رو دریا. همه ما تو محبوب نگاه هم میکردن. یک دفعه مادر بزرگم با صدای بلند ادامه داد، با صدا میام همه جا تو رو مینویسم، روی آینه گریه هام، گونه های خیسم. بقیه هم با مادر بزرگم شروع کردن به خواندن. آخیش، احساس رهایی کردم. از خانه آمدم بیرون و دویدم و دویدم و دویدم. یک بار حس کردم شوپن هم کنارم میدود. میدونم باور کردنی نیست، ولی این بار خواب نبود. واقعا شوپن با ریه مریضش داشت کنارم میدوید. به شوپن گفتم جناب شوپن، من گاهی شجریان گوش میکنم، گاهی سوسن، گاهی لئونارد کوهن، گاهی آباسی، گاهی باخ، گاهی پینک فلوید. من عروسی پسرمی هم همه داشتن وسط مجلس با ایر قشنگتر از پریا تنها گوش پریا قر میدادن، اما من تنها گوشه مجلس نشسته بودم و رقص بقیه رو نگاه میکردم و حسرت میخوردم. شوپن بالای سرم ایستاده بود، دستش رو روی شانه‌هایم گذاشته بود و نمیگذاشت بلند شوم و مثل بقیه شادی کنم. یک لحظه ناخودآگاه چشمم را بستم و سرم را با ریتم آهن تکان خورد. سرم را که بلند کردم دیدم عمه‌ام با تعجب نگاهم میکند. عمه پرسید مگه تو هم از این آهنگا دوست داری؟ گفتم نه. عمه‌ام گفت داشتی سرتو تکون میدادی. گفتم به هر حال اینا هم جالبن، اینا هم دنیای خاص خودشون دارن. جالب من بودم، منی که خود واقعیم را پنهان میکردم. سال اول دانشگاه عاشق شدم. وقتی دختری که برایش میمردم ازم پرسید موسیقی چی گوش میکنی؟ بلافاصله گفتم شوپن. مطمئن بودم اینجا دیگر شوپن کمکم میکند. فکر میکردم اسم شوپن را روی سنگ بگذاری آب میشود، ولی نشد. دختر کمی نگاهم کرد و گفت کی؟ گفتم شوپن. چند روز بعد وقتی دختر داشت برای آرزوی موفقیت میکرد و توضیح میداد چرا به درد هم نمیخورین، یکی از دلایلش علاقه من به شوپن بود. تو حالا مگه خیلی هول و بلا دارم. گفتم که اینجا خیلی دوستت دارن و